همدلی یعنی اینکه با کفش های همدیگر قدم بزنیم، با عینک های طرف مقابل ما دنیا را تماشا بکنیم و با لباس آنها، با مفکوره و اندیشه های آنها بتانیم زندگی بکنیم. همدلی بهترین چیز هست که میتونیم در زندگی همیشه همدل و همدیگر پذیری را ایجاد بکنیم، چون همدلی و همدیگر پذیری نکات یک صفت خیلی خوب هست که میتونیم ایر از آن خود بکنیم و همیشه با اطرافیان ما، با جامعه ما همیشه همدل باشیم، چون همدلی هست که محبت و صمیمیت و زندگی را میتونه سرشار از محبت بسازد. امروز موضوعی که امروز انتخاب کردیم همچنان همدلی و همدیگر پذیری هست، به مناسبت که چند پیش درست 3 روز پیش یک دیوار همدلی ایجاد شد که باید همیشه این چیزها که در ضرورت جوجان به عمل میاد باید تقدیر و تحسین بکنیم و همیشه ازش حمایت بکنیم. و در این باره که بیشتر ما صحبت های خود داشتیم با مسئول مرکز آموزشی لینکن در ولایت جوزجان آقای عتیق‌الله یولچی. سلام و صبح بخیر تقدیم شما میکنیم، امروز باز هم درباره می رسیم. صبح خوش آمدید. سلام تقدیم شما، سپاسگزار هستم که مجددا در تلویزیون بیک، تلویزیون جهانی بیک حضور دارم و سلام تقدیم میکنم خدمت بینندگان گرامی، دستاندرکاران تلویزیون و خوشحال هستم که بازم با شما هستم. باز هم بسیار تشکر. ما هم خیلی خوشحال هستیم که امروز یک بار دیگه هم شما با ما هستین. خب آقای یولچی، قسمی که میفهمین موضوعی که امروز ما در برنامه انتخاب کرده ایم البته همدلی و یا هم همدیگر پذیری است. خب چی خوب است که شما در نخواست درباره همدلی یا هم دیوار همدلی و همدیگر پذیری بر ما بر دوستای عزیز بگوین. تشکر. خب طوری که دوست ما آقای قیومی راجع به همدلی یک صحبت های ابتدایی خود داشتن، کلمه همدلی یک قابل لمس نیست، یک ارتباط معنوی است بین انسان ها که خداوند تعالی در وجود همه ما و شما نهاده، اما یک تعداد ما میتونیم این همدلی را پرورش بدیم و در وجود خود و از این کار بگیریم و یک تعداد ما به اصطلاح تا حال به اصطلاح نرسیدیم که همدلی چی است. از نگاه محققان و از نگاه دانشمندان همدلی در اصل یک توانایی فردی در وجود انسان می باشد که توانایی در وجود و انسان قرار می دهد تا او بتانه یک فرد دیگر در وجودش داخل وجود او شده و از دیدگاهی از او باخبر شود، از او را بهتر درک کنه و از احساسات او باخبر شود و طرز دید او را به اصطلاح امتحان کنه. دیگه در کل همدلی یک وسیله بسیار زیبایی ارتباط بین انسان ها می باشد. خیلی خوب، همیشه درباره قسم که پیش از صحبت های شما گفتیم درباره دیوار همدلی که درست 3 روز پیش که در دیوار آموزشگاه لینکن اونجا نقاشی شد و اونجا نام نهاده شدن که این دیوار با دیوار همدلی مسموم شد. میشه برای از یک کم معلومات برام بدین؟ خب دیوار همدلی را که مرکز آموزش لینکن به اصطلاح چند روز قبل افتتاح کرد، هدف اساسی از این به اصطلاح تقویت امین موضوع همدلی در سطح ولایت جوزجان بوده. یعنی ولایت جوزجان یکی از نادرترین ولایاتی است که تنوع قومی و فرهنگی در او زیاد است. ما در سطح شهر شبرغان از تمام اکثریت اقوام افغانستان نمایندگی داریم. اقوام افغانستان دیجا با هم زیست میکنند و ما همچون شهری را در سطح افغانستان بسیار کم سراغ داریم که از اکثریت اقوام افغانستان در اوجا باشه و فرهنگای متنوع باشه. دیگه به همین اساس ما خواستیم یک دیواری را که به اصطلاح انعکاس کنند، انعکاس دهنده امی بیادرها و به اصطلاح اقوام مختلف که با هم یک جا زیست میکنیم باشه، انعکاس بده و مردم به اصطلاح حس کنند که ما که در کنار هم زندگی میکنیم، زیست میکنیم، یعنی با همدیگر روابط همدلی و همزیستی باید داشته باشه. دقیقا افراد که از اون مکان اگه قرار باشه بگذرن همدل و همدیگر پذیر نباشن، در اون تصاویری که اونجا نقاشی شده هست او تصاویر ببینن، دقیقا یک بار به فکر خاط فرو رفت که باید انسان ها باید همدل و همدیگر پذیر باشن. یک کار خیلی خوب هست که از طرف اینها صورت گرفت. امیدی که هموطنان عزیز ما همیشه همدل و همزبانی را در زندگی خاطر و قرار بدن.
خب قایل چی درباره هزی بر ما بگوین؟ چون ما در ولایت جوزجان هستیم، قسم که خودتان همچنان گفتین در گفته هایتان که مردم ولایت جوزجان و مثلا اقوام مختلف از اقوام مختلف نمایندگی میکنن و اینا چقدر همدیگر پذیری را میخواین ایجاد بکنن و چقدر در بینشان همدلی وجود دارن؟ خب از اینکه من یکی از شهروندای شهر هستم و در این ولایت سالها میشه زندگی میکنم و تحصیل خودم اینجا تکمیل کردم و کار میکنم، در بخش های مختلف فعالیت میکنم، یک احساس خوبی که من در این ولایت دارم این است که همه اقوام مختلف در اینجا مثل یک برادر با هم زیست میکنن، در به اصطلاح محفل های هم دیگر میرن، در نشست های هم دیگر اشتراک میکنن، کدام تبعیض و تعصب در بینشان حس نکردیم. هم پذیری بسیار خوبی وجود داره، اگر در صورت شما توانایی و لیاقت یک کاری را داشته باشین بسیار به جبین باز میپذیرن، تشویقتان میکنه. در کل البته اگر ما گفتم ولایت جوزجان ببینیم، یک از زیباترین ولایات در سطح افغانستان است که از تنوع قومی بسیار زیبا برخوردار است و ما اینجا میتونیم از بلوچ قومی بلوچه داریم، ما اینجا از قوم ترکمن و قوم ازبک و تاجیک و پشتون و از ولایت های مختلف داریم و بسیار یک فضا و محیط زیبا و همدلی ما در اینجا داریم که واقعا بر ما یک به اصطلاح روحیه بسیار تازه میده. خیلی خوب جناب آقای یولچی، میشه بگین که یک فرد چی تار میتونه یک همدل و یک همزبان خوبتر در زندگی خود پیدا بکنه و این که همیشه همدلی را در زندگی سر نقش خود قرار بده؟ خب ما طوری که امی از بزرگای خود شنیدیم در چوکات قالب شعر، اینا بعضی وقتا امی پیام ها را به ما رساندن که بله. یکی از شعرهای خود مولانا صاحب است که یک فردش میگن که همدلی همزبانی از همدلی از همزبانی بهتر است. بله. خب همزبان بودن جای خود داره، ولی او همزبان بودنی که بینش فاصله ها باشه، بینش به اصطلاح دیوارهای بزرگ باشه، بهتر از همدل بودن است که ما باید همدل باشیم. باید. از هر رنگ و بوی باشیم باید همدل باشیم، در غیر از او ما نمیتونیم همزیست باشیم. و ما و شما اگر خلاصه تر صحبت کنیم، امی امروز جهانی که در او ما زندگی میکنیم یک دهکده کوچک است و این چگونه به یک دهکده کوچک تبدیل شد؟ زمانی که جنگای اول جهان، جنگای دوم جهان و کشورهای بزرگ با هم جنگیدن، ولی امروز آمدن به یک دهکده کوچک زندگی میکنن و کشورهای کوچک با هم اتحاد میکنن، همدل میشن، کشورها و قطبای بزرگ را مثل اتحادیه اروپا تشکیل میدن که بیشتر از 20 چند کشور، ملت های مختلف، رنگ ها و نژاد های مختلف در کنار هم با یک اتحادیه پیوستن و زندگی میکنن. پس این همگیش و درک انسانی است و پرورش همدلی است که اینا را به یک قوم، به یک ملت بزرگ تبدیل کردن. ما و شما هم نیاز به این داریم تا که به اصطلاح همدل شویم، جوانای ما، پیرای ما، از اقشار مختلف همزیستی، همدلی را ترویج بتیم تا بالاخره ما کشور بزرگ تبدیل شویم، بعد ملت واحد تبدیل شویم و از این نابسامانی ها برایم. چیزی که امروز در افغانستان بیشتر حس میشه درک هم دیگر است. ما هم دیگر خود را درست درک نمیتوانیم و کوشش میکنیم، میگیم که مقابل باید نخست مرا درک کنه. همین باعث شده تا که اختلاف ها شدیدتر شود. اگر ما طوری که شما در نخست صحبت کردین، ما اگر از آینه که همدیگر خود ببینیم و یک واحد دید داشته باشیم و همدیگر را درک کنیم، او وقت اختلاف هایی به میان نمی داشته باشیم. و در یک کلمه خلاصه ما می خواهیم بگویم که امروز ما شاید همدلی داریم بین همدیگر، ولی یک کمی این همدلی ها طبقه بندی شده. مثلا ما همدلی حزبی داریم، همدلی قومی داریم، دقیقاً درست است، اما همدلی ملی نداریم. همدلی باشه که ما از چوکات های حزب، از چوکات های قومی بیرون شده او را تمثیل کنیم. در امیدوار هستم که یک روز شبه که ما همدلی ملی داشته باشیم از چوکات ها برشیم. بله، نقطه خیلی خوب را اشاره کردیم که واقعیت افغانستان ما با چنین مشکلات مواجه هستن، این که همدل هستن هم با قوم، با یک جامعه مشخصه که نزدیک هست به او جامعه، همیشه با اونا همدل است. قسمی که شما گفتین باید همدلی ملی را داشته باشیم، هر حق و اقوامی که در افغانستان هست با اونا همدل باشیم. چی اقوام افغانستان؟ حتی میتونیم بگیم که بیرون از خارج از افغانستان اقوامی که مختلف
کشورهای دیگه هستن، باید با اونا همدل باشه. یه چونین هست که میتونیم ما بگیم که ما همدل هستیم. بله خب صبور جان، مهم اینجا ما این است که ما از اقوام مختلف هستیم و یا هم زبانهای ما دیگه هست، مهم اینجا است که ما درک داشته باشیم و یا هم همدیگر پذیری و یا هم همدلی داشته باشیم. خب آقای یلچی درباره هزی بر ما بگوین که شما دیوار همدلی را جور کردین، انگیزه هزی چطور در ذهنتان آمد، درباره انگیزه هزی بر ما بگوین که ایره شما در ولایت جوزجان ما در مرکز آموزشی لنکنگ شما جور کردین. خب انگیزه هزی طوری بود که ما تقریبا 3 سال شد که این مرکز در چاکات ریاست اطلاعات و فرهنگ فعال شده و فعالیت میکنه در بخش به اصطلاح آموزش رایگان به شهروندان گرامی. خواستم این را به شیوه مختلف تجلیل کنیم. اگر ما گفتیم یک تحفه باشه به مردم ما دیگه، به همین سبب ما در چوکات یک برنامه خواستم از 3 سالگرد خود افتتاح مرکز آموزشی لنکن به اصطلاح تجلیل کنیم و در قبالش این دیوار همدلی را داشته باشیم که به اصطلاح امو انعکاس کنند، انعکاس دهنده اقوام مختلف در سطح شهر باشه. و طوری که ما این دیوار نگاری را انجام دادیم، خیلی از جوانای ما، خیلی از شهروندای گرامی استقبال کردن و از این واقعا لذت میبرن و ما جوانایی را میبینیم همه روزا میاین، امو خطوطی را که ما اونجا نوشتیم و اقوام مختلف را که اسامیشان اونجا گذاشتیم میخوانن، متوجه میشن که تنها من نیستم، تنها ما نیستیم یک ولایت، بلکه 34 ولایت هستیم، اقوام مختلف هستیم. یک دید بسیار خوب در ذهنشان میاد. بله دقیقاً یک مقوله هست میگه اگر من بگویم که منم توگی توی منم، پس نه توی و نه منم. اگر ما بگوییم که توی و ما بگوییم توی مهم، پس همه ما هستیم. امیدی که مقاله را اشتباه نکرده باشم، اما خیلی مفهوم خیلی خوب داره. آقای یلچی میشه بگوییم که در طول 3 سال هست فعالیت های لنکن بیشتر روی کدام موضوعات فعالیت های را خود اجرا میکنه و چقدر محصلین متعلمین اینجا میتونه به سراغ درس بیاین؟ خب ما از این مراکز در سطح افغانستان در 22 ولایت داریم، 24 مرکز است فعالیت میکنند و قدیمی ترین این مرکز در شهر جلال آباد بود که تقریبا بیشتر از 10 سال پیش فعال شده و آخرین از این در ولایت پنجشیر است که چند ماه پیش فعال شد. در خانواده بسیار بزرگ ما فعالیت میکنیم، رقابت بسیار سالم بین خود داریم. هر ولایت، مرکز هر ولایت کوشش میکنه که امو خلاقیت ها و ابتکارا را خرج بده. از 3 سال به این طرف که ما در مرکز آموزشی لنکن فعالیت میکنیم، تلاش ما همی بوده که امی جوانای نخبه، جوانای خلاق را شناسایی کنیم، استعدادهای که دارن اینا را تبارز بتن، زمینه مساعد شوه. در مدت 3 سال ما در بخش آموزش لسان انگلیسی تقریبا 10 دوره فراغت داشتیم که از صنوف ادوانس ما که تقریبا ما میتونیم بیشتر از 2000-3000 جوان را از اینجا فراغت دادیم که نصف از این طبقه اوناس بودن. و در بخش آموزش برنامه های کمپیوتری ما فعالیت میکنیم که رایگان است. اینترنت کلب برای در خدمت محصلین و متعلمین است که اونا از اونجا استفاده رایگان میکنند. کتابخانه مجهز ما داریم به اونجا که انواع مختلف کتاب داریم. و در قبال همه امکانات و وسایلی که ما اونجا داریم، ما در بخش ظرفیت سازی بیشتر تلاش میکنیم که جوانان را فرصت برشان مساعد کنیم تا اینها به اصطلاح با استفاده از امکانات ما به مخواستشان، به متوانایی واقعیشان برسند. که در مدت 3 سال ما آماری را که ما داریم به طور مستقیم و غیر مستقیم بیش از 300 هزار شهروند ولایت جوزجان از امکانات و برنامه های مرکز آموزشی لنکن ما مستفید شدن. بسیار خوب. خب چقدر شما تونستین در ولایت جوزجان ما در مرکز آموزشی لنکن تونستین جوانای خلاق، جوانایی که واقعا پشت کار دارن اونا را جمع کنین؟ ما از اینکه امی برنامه رضاکاری داریم یا امی فرهنگ رضاکاری را میخواییم ترویج بدیم و یکی از اهداف مهمی است، تلاش مهمی بوده تا ما وسیله انتقال باشیم به مردم. یعنی که یک جوانی را ما به ما مراجعه میکنه، یک توانایی مثال ویژه داره، میخواه او را به دیگران انتقال بده. مثال مثال کوچکش خدمت شما عرض میکنم، دمی رخصتی های پهنتون یکی از انجینرها، اساتید انجینر آمدن به ما پیشنهاد کردن که ما میخواهیم برنامه اتوکد رایگان برای محصلینی که توانایی پرداخت فیس و خصوص مراکز خصوصی نداره ارائه کنیم.
که بیشتر از 60 تن از جوانای ما طبقه اوناس و ذکور از بخش انجیره آمدن ثبت نام کردن و 40 روز اینا امی به اصطلاح برنامه ابتدایی اتوکاد آموختن فرا گرفتن. این کلا خدمات رایگان بود که یک جوان اما اندوخته های خود انتقال داد به 60 جوان دیگه و ما وسیله قرار گرفتیم برشان. و خیلی خوب، وقت جای افتخار است که کسایی که پول کافی برای تحصیل ندارن میتونن از ای مرکز لنکن استفاده خوب تر بکنن، چون هم میتونن کورس های خیلی خوب هست، کورس های کمپیوتر انگلیسی و همچنان یک از کانتینر مشاور روانی هست کجا میتونن از او استفاده بکنن، هرچه کورس های موسیقی و سایر موارد دیگر. آقای یورجی میشه بگین که پلان های آینده تان در سال آینده جوری که سال نو چند روز بعد خواهد بود چی پلان هایی را دارن؟ خب در پلان که پیش رو داریم در قبال از اینکه ما روی ظرفیت سازی جوانان کار میکنیم که بیشتر رضاکارا را جلب جذب کنیم تا استعدادهای بیشتر نزدیک ما شود و از استعدادهای از اونا ما استفاده کنیم و جوانان را زمینه ساز شویم تا اینها تبارز کنند، رشد کنند. ما در بخش به اصطلاح توسعه صنوف انگلیسی خود کوشش داریم تا تعداد بیشتری جوانان را جلب جذب کنیم و می خواهیم برنامه متنوعی لیجه داشته باشیم که عبارت از تدریس بعضی لسان های متفاوت از چوکات انگلیسی بیرون که ما استادایی را داریم که علاقمند هستند لسان ترکی را رایگان اونجا تدریس کنند و همین شکل بخش خطاطی خوشنویسی را علاقمند هستند توسعه بدیم. می خواهیم برنامه جدید کمپیوتری را در اونجا راه اندازی کنیم که به اصطلاح نیازمند هستند در آن و بخصوص ما یک برنامه داریم که هر ما تحت یک عنوان کمپاینی در سطح شهر انجام میدیم که اینی ماه مارچ عنوانی زن است. بله. که ما میخواییم در ماه مارچ در جوانای خود در چهار کتگوری چهار گروپ کاری تنظیم کنیم که اینا هر کدامشان هر گروپشان در هر هفته میرن در محلات مختلف، محلات آموزشی، محلات فرهنگی، هر جای میرن با مردم محل راجع به حق و حقوق زن، راجع به ای که زنا چی سهمی در رشد جامعه دارن فعالیت میکنن و یک کمپاین یک ماه هست که در این چوکات ما تقریبا بیشتر از 25 جوان تنظیم میکنیم که تا شود هم جوان ها فعال شوند در اجتماع و تا شود که مردم هم از مسئله باشن. خیلی خوب. خب دوستان عزیز، اگر شما هم علاقمند هستین و میخواین درس های کورستان ادامه بتین، مرکز آموزشی لینکنگ در خدمتتون است. شما میتونین اونجا برین به طور رایگان البته درس بیاموزین. خب بسیار تشکر میکنیم از شما آقای عتیق الله یولچی که امروز دعوت ما را پذیرفتین و خیلی یک برنامه خوب همراه با شما داشتیم. پیام آخرتان برای بیندای هستیم که برنامه را بینده هست چی است؟ خب پیام آخر ما به همه شهروندان همی است که دوستا ما در یک شهر زندگی میکنیم که تمثیلگر وحدت ملی افغانستان هستند. اقوام مختلف داریم، تنوع قومی و تفاوت ها گوناگون داریم ولی با آن هم بسیار همپذیر زیباستم و اجازه ندیم به یک تعدادی که این همدلی و این وحدت ما را به گروگان بگیره و استفاده شخصی ازی بکنن. خیلی سپاس باز هم شما را خوش آمدید میگم در برنامه نسیم و سو بمیدی که همیشه با فعالیت های خود ادامه بتین و همیشه خدمتگزار واقعی هم ملت و این مردم جاوجان بده باشه. سپاس. سلامت.